به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این چینل را سابسکرایب نموده و ویدیوهای من را نیز با دوستان خود شریک سازید. طلوع نیوز، جان باختن 13 نیروی خیزش مردمی در حمله طالبان در بادغیس. یک مقام امنیتی در بادغیس میگوید که این حمله به همکاری شمار از افراد نفوذی طالبان انجام شده است. یک عضو شورای ولایتی بادغیس میگوید که 13 نیروی خیزش مردمی در یک حمله طالبان بر یک بازگاه این نیروها در ولایت بادغیس جان باختند و 10 تن دیگر آنان ناپدید هستند. بهاءالدین قدسی عضو شورای ولایتی بادغیس میگوید که این حمله پنجشنبه شب بر یک بازگاه نیروهای خیزش مردمی در مربوطات شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس رخ داد. مقام های امنیتی در بادغیس سقوط پازگاه نیروهای خیزش مردمی را تایید می کند، اما از شمار جانباختگان و اسیران این نیروها چیزی نمی گوید. شیراقا الکوزای عامر امنیت فرماندهی پلیس بادغیس گفت که طالبان با همکاری شمار از افراد نفوذیشان این پازگاه نیروهای امنیتی را سقوط دادند. این در حالی است که حمله های طالبان بر نیروهای افغان در یک هفته اخیر افزایش یافته است. در همین حال، طالبان خواست رئیس جمهور غنی برای آتش بس را رد کردند. رئیس جمهور غنی از طالبان خواست که به خواست مردم افغانستان که صلح و آتش بس است لبیک بگویند. همزمان با افزایش خشونت ها از سوی طالبان در بخش های از کشور، رئیس جمهور غنی پس از 6 روز پنجشنبه در پیام به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان از طالبان خواست از خشونت دست بردارن و به یک آتش بس توافق کنن. رئیس جمهور در پیامش گفت خواست مردم و حکومت افغانستان از گروه طالبان در این وضعیت حساس که کرونا در سر تا سر کشور گسترش کرده این است که به حرمت ماه مبارک رمضان به صدای صلح و آتش بس ما لبیک بگویند و از خشونت علیه مردم مسلمان افغانستان دست بردارن. اما ساعت پس از پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی، طالبان این خواست را رد کردند و علت آن را کم توجهی به عملی شدن توافقنامه صلح خواند. سهیل شاهین سخنگوی طالبان در قطر در یک توییت نوشت امارت اسلامی به امضای توافقنامه با آمریکا میکانیزم جامعی را پذیرفت. شورای امنیت و جامعه بین المللی آن را تایید نمود که اگر عملی شود ما را به صلح و آتش بس میرساند. با وجود در خطر انداختن هزاران زندانی از اثر کرونا، جلوگیری از پروسه صلح و از تطبیق کامل توافقنامه، طلب آتش بس معقول نیست. این در حالی است که سطح خشونت ها در بسیاری از ولایت های کشور بلند رفته است. در یک هفته گذشته ده ها تن از نیروهای افغان در حمله های طالبان جان باختند. چرا روسیه مایل به همکاری نظامی با افغانستان است؟ خبرگزاری افق علی موسوی. تا پیش از حمله امریکا به افغانستان، بسیاری از ساخت‌های افغانستان یا روسی بود و یا تابع مدل و نمودار روسی. این امر به ویژه در عصر نظامی بازتاب بیشتری داشت. از تانک‌ها و تسهیلات سبک و سنگین تا بقایای اندک ساختار و تشکیلات نیروهای مسلح که البته پس از سیطره جهادی‌ها، بروز جنگ‌های داخلی و ظهور طالبان کاملا فرو پاشید و نابود شد. با این حال یکی از نخستین اقدامات برای احیای دوباره نیروهای مسلح افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان با سازی جنگ افزارها، هلیکوپترها و سایر ادوات و تجهیزات نظامی روسی بود. به این ترتیب روسیه هم علی رغم حضور و سلطه غرب و ناتو در افغانستان بخش از ماموریت احیا و با سازی نهادهای نظامی افغانستان را به عهده گرفت. این امر اما به اندازه محدود بود که نه برای آینده ناتو و امریکا در افغانستان خطر ایجاد میکرد و نمیتوانست با رزوی بازگشت گرایان مسلط بر کرملین برای احیای دوباره نفوذ روسیه در افغانستان کمک کند. در پی سرعت گرفتن تلاش های صلح با طالبان، عزم امریکا برای خروج از افغانستان، ظهور و قدرتگیری روزافزون داعش و بروز تنشگاه ها و ناگاه ها میانه کابل و واشنگتن بر سر مسائل استراتژیک و سرنوشت‌ساز مانند صلح،
مبارزه با تروریسم و جنگ با طالبان، حضور یا خروج نظامیان غربی از افغانستان و روسها سعی میکنند در عرصه همکاری های نظامی روابط خود با کابل را توسعه دهند. در همین حال به تازگی الکساندر مونتیسکی سفیر روسیه در کابل ابراز امیدواری کرده که این کشور همکاری های نظامیش با کابل را پس از یافتن یک راه حل برای بحران سیاسی کنونی افغانستان آغاز کند. آقای مونتیسکی در مصاحبه با خبرگزاری روسی سپوتنیک در همین حال افزود که دولت افغانستان به همراه امریکا و ماموریت ناتو سیاست سازماندهی ارتش افغانستان طبق الگوهای غربی را دنبال می کند و همکاری دفاعی در دستور کار روابط افغانستان و روسیه نیست. با گفته او روسیه اما آماده بررسی درخواست شرکای افغانش برای ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به این کشور است. برخی رسانه های روسی پیش از این نیز از قول مقامات روسیه از آمادگی این کشور برای ارسال نیروهای نظامی به افغانستان خبر داده بودند، اما چند روز پس از نشر این گزارش ها مقامات روسی آن را تکذیب کردند. با این حال روی کرد استراتژیک مسکو تحت رهبری ولادیمیر پوتین احیای قدرت و عظمت روسیه پیش از فروپاشی است. از سوی دیگر پوتین راهبرد احیاگرانه خود را بر ضعف و استحصال غرب و به ویژه امریکا بنا کرده است. امریکا در حال عقب نشینی از خاکریزهای استراتژیک خود در جهان است و ترامپ با تکیه بر اصل ملی گرایانه اول امریکا و شعار امریکا را دوباره با عظمت می سازیم رسما اعلام کرده که گاه پا پس کشیدن امریکا از جنگ های بیهوده و صرف میلیاردها دلار در نبردهای ابس خاورمیانه فرا رسیده است. از نظر او امریکا پلیس جهان نیست و نمی تواند به نیابت از دیگر کشورها امنیت آنان را تامین کند، اقتصادشان را پایدار نگه دارد، مانع از فروپاشی نظام سیاسیشان شود و وظیفه دفاع و مراقبت از آنها در برابر دشمنانشان را به عهده بگیرد. او می خواهد نظامیان امریکایی به خانه بازگردند و پولهای امریکا هم صرف زیرساختهای حیاتی خود ایالات متحده امریکا و رفاه مردمش شود. در چنین شرایطی پوتین وارد می شود و با استفاده از خلای راهبردی ناشی از عقب نشینی یا غیبت محافظه‌کارانه امریکا دایره قدرت روسیه را توسعه می دهد. آیا این اتفاق در افغانستان نیز در حال رخ دادن است؟ شاید در حال حاضر داوری در این باره زود انگام باشد، زیرا هنوز هیچ تصور دقیق از اهداف و اغراض صلح امریکا با طالبان و پیامدها و عواقب آن برای افغانستان وجود ندارد. اما سیگنال هایی که از مسکو ارسال می شود حاکی از آن است که روزها از مکنون برای پر کردن خلا احتمالی امریکا در افغانستان آمادگی می گیرند. سپیدار اجرای شدن طرح حکومت توافقی باید ضمانت شود. یک روز پس از آن که سپیدار از نهایی شدن طرح حکومت توافقی خبر داد، مکنون می گوید که باید بزرگان افغانستان و نیز همکاران خارجی افغانستان اجرای شدن این طرح را ضمانت کنند. فریدون خوزون سخنگوی دکتر عبدالله می گوید که اختلاف ها میان ارگ و سپیدار تا اندازه حل شدند. او در این باره گفت طبیعی است که هر توافقنامه از سوی کسانی که میان دو طرف میانجیگری می کنند به حیث ناظر امضا می شود و از آن باید نظارت کند. ما دو نوع تضمین را که در آن پیش بینی شده که تضمین بزرگان کشور و تضمین کسانی که دوستان افغانستان هستند و در مسائل سیاسی و ملی در افغانستان سهیم هستند داریم و اینها باید این تضمین را بکنند، چون ما به یک توافقنامه دست پیدا میکنیم که این عملی و الزامی باشد. به گفته سخنگویان دکتر عبدالله، بر بنیاد این طرح آقای عبدالله نقش اجرایی در حکومت توافقی خواهد داشت. احتمال می رود که طرح آقای عبدالله فردا با میانجیگری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف از چهره های سیاسی و شمار دیگر از سیاستگران به ریاست جمهوری فرستاده شود. ریاست جمهوری پیش از این گفته است که در تلاش است تا این تنش های سیاسی از روی گفتگو از میان برداشته شوند. در همین حال چهره های نزدیک به سیاستگرانی که میان محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله میانجیگری میکنند میگویند که اختلاف ها میان اعضای ارگ و سپیدار سبب شدند تا یک طرح نهایی برای پایان دادن به تنش های سیاسی به دست نیاید. از این میان مسعود ترشکوال سخنگوی شورای حراست و ثبات میگوید که هنوز طرح ثبات و همگرایی برای پایان دادن به بحران سیاسی با آنان شریک ساخته
نشده است. تا هنوز طرح مدون و مکتوبی از هر دو طرف دخیل در جنجال های پساد تحلیف به دسترس هیئتی که میانجیگری میکنند نرسیده است.